سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید نشست مقدماتی میان هیئت صلح جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان روز گذشته در دوحه برگزار شد. به گفته ناجی انوری، در این نشست فیصله شده شنبه هفته آینده تیم‌های تعیین شده از هر دو طرف برای بحث روی آجنده و کار خود را آغاز کنند. در اینجا کابل اما نمایندگان مردم در شورای ملی روی تأمین آتش بس در این دوره از گفتگوها تاکید دارند. تیم مذاکره کننده این بار و با آغاز دور بعدی مذاکرات روی مسائل مهم بیشتر تاکید داشته باشند، خصوصا کاهش خشونت ها، دستاورد های 20 ساله و مسائلی که حقوق بشر، حقوق اقلیت های مذهبی، تمامی این موضوعات را مد نظر بگیرند. اما موضوع اصلی و موضوعی که باید شروع شد همین مسئله کاهش خشونت هاست. برخی دیگر اما جنگ افغانستان را جنگ پیچیده استخباراتی می خوانند. اصلا جنگ افغانستان یک جنگ استخباراتی بسیار پیچیده است و یکی از جمله دلایلش قدرت هم میتونیم که ما تحلیل بکنیم که قدرت هم شاید باشه. همزمان با روند صلح افغانستان بحث خروج نظامی ناتو از این کشور نیز مطرح است. تا جایی که ناتو گفته ماه آینده میلادی درباره حضور و یا خروج نیروهایش از افغانستان تصمیم میگیرد. دبیر کل ناتو گفته ماندن در افغانستان پرمصرف خواهد بود، اما با ترک این کشور نیز نگرانی آن وجود دارد که افغانستان بار دیگر به پناهگاه ترورستان تبدیل شود. دبیر کل ناتو در ادامه تأکید کرده تصمیم خروج از افغانستان با متحد ماندن طالبان به مواد توافقنامه آنها با آمریکا بستگی دارد و وزیران دفاع ناتو ماه آینده میلادی گرد هم می آیند و تصمیم می گیرند که به حضور نظامی در افغانستان ادامه دهند یا نه.